علمای ما هم متاسفانه علمایی که با کمال احترام به علمای ربانی و حقیقی، یک بخش بزرگ از ملاهای ما یا از آخوندهای ما متاسفانه هنوز به معنای عمران و آبادی نمیفهمند، به معنای ارزش و اهمیت زندگی دنیا نمیفهمند. مردم فقط به تشویق میکنند که دنبال دنیا نگردین. و خب گناهشان نیست، وقتی کسی که به اصطلاح جایی رو ندیده، سفر نکرده، امکاناتی رو ندیده، تلویزیون هم اون نگاه نمیکنه، از روی به اصطلاح تعصبی که داره یا افرادگرایی که داره، او در خانه خود تلویزیون را ننگ میدانه که حداقل ببینه مردم چی میکنن، به کجا رسیدن، روی چی فکر میکنن، چی تر و پلان دارن. خب وقتی او چنین فردی، او به اصطلاح مینیس خطیب مردم باشه یا رهبر مردم باشه، روز جمعه بیای به منبر بشینه، خب چی میگه برای مردم؟ ما به فکر میکنم در برنامه یکی از برنامه شما میره گفتم که من یک روز یک کلپ کسی روان کرده بود که کرتا مولای صاحب سخنرانی میکنه که به اصطلاح یکی از راههای رسیدن به خدا فقر است، یعنی بیکاری، عدم پول داشتن. میگه پول نداری شراب نمیخوری، پول نداری زنا نمیکنی، پول نداری فلان کارو نمیکنی، فلان کارو نمیکنی، در حالی که فقر شما میبینیم که در دین مثلا پیامبر از فقر به خدا پناه برده و قرآن صریحا میگه که شیطان شما رو وعده فقر میده، تنگ دستی میده. و آیات متعددی در قرآن ما رو به کار و تلاش و سرمایه گذاری تشویق و ترغیب میکنه. و وقتی فهم یک خطیب جمعه ای باشه، هزاران نفر بیای مثلا در طول یک ماه چهار مرتبه در پای منبر ازی بشینه، و مردم ازی چی یاد میگیره؟ اگر علمای ما مردم رو برای عمران و آبادی، برای اصول رعایت کردن اصول شهرنشینی، برای پیشرفت، برای ترقی، برای اکتشافات، برای صنعت تشویق و ترغیب میکردن، چرا امروز روزگار ما اینجا میبود؟ شما خود خیلی سالها در افغانستان سفر نکردید، ما هنوز جاهایی داریم در افغانستان، روستاهایی داریم که شما وقتی در اونجا بروید مردم از این سوال میکنه دکتر مسلمان است یا کافر، انجینر مسلمان است یا کافر است. یعنی هنوز مردم باور ای را دارن آیا زبان انگلیسی را یاد گرفتن جواز داره یا نداره. سریزی مردم بس میکنه. نه تنها یک مورد، ده ها موارد ما داریم، ده ها موارد داریم.